چگونگی روی کار آوردن رضاخان قزاق توسط انگلیس به عنوان رضاشاه پهلوی. رضاخان به روی ستارخان آتش گشوده بود، با قوای ملیون و کلونل محمد تقیخان پسیان جنگیده بود، با رزمندگان مقاومت جنوب دشمنی داشت، دستش در خون خیابانی بود و هم میرزا کوچکخان را سرکوب کرد. رضاخان در جنگ جهانی اول خود را به ارتش اشغالگر روس معرفی کرده و تحت امر ژنرال مهاجم روسی نیکولای باراتوف به سرکوب ملیون ایران پرداخته بود. سرانجام آیرون سایت، فرمانده کل نیروهای انگلیسی در ایران، رضا را برای کودتا در تهران انتخاب، توجیه و اعزام کرد. آیرون سایت: عقیده دارم یک دیکتاتوری نظامی گرفتاری های ما را در ایران برطرف خواهد کرد و ما را قادر خواهد ساخت بی هیچ دردسری این کشور را ترک کنیم. دکتر مصدق: رضا شاه خود نیز در جمعی گفته بود آیرون ساید مرا آورده است. ملک الشعرای بهار: سرکردگان و طراحان کودتا بعد از ورود به مرکز، تمام رجال مشروطه و در واقع نخبه روشنفکران و طبقه تربیت شده مملکت را دستگیر ساختند. جمعی از وکلای دستآموز مجلس به حوزخانه مجلس رفتند و ماده واحده‌ای برای تغییر سلطنت تنظیم و امضا کردند و روز 9 آبان آن را به جلسه علنی مجلس دادند تا تصویب شود. دکتر مصدق طی نطق مفصلی با سلطنت رضا شاه مخالفت و سپس جلسه را ترک کرد. 2 ساعت به غروب مانده روز 9 آبان 1304 فرمان حکومت از طرف مجلسی ها به رضاخان اعلام شد. این تصویری از ایران در دوران شکوفایی صنعتی اروپا است. کشوری عقب نگه داشته شده، مردمی گرفتار فقر و دیکتاتوری، با حکومتی قرون وسطایی. در تعاریف جامعه شناسی، ایران آن روزگار سرزمینی نیم فئودال نیم مستعمره طبقه بندی شده است. ایرانیان با دیدن عقب ماندگی کشورشون دست به کار انقلابی بزرگ برای نجات میهن خود شدند. انقلاب مشروطه. داستان اون انقلاب و جنایتی که در حقش اتفاق افتاد یکی از غم‌انگیزترین و البته پرتجربه ترین مقاطع تاریخ کشورمونه. سالها بعد باز هم ایران دستخوش طوفان‌ها و حوادث سهمگینی شد که موضوع این مجموعه از برنامه است. با هم خواهیم دید. طوفان انقلاب مشروطه ایران در شرایطی در گرفت که طوفانی هم از اروپا در راه بود، یعنی جنگ جهانی اول. مردم ایران در مبارزه برای پیشرفت با چند تا مانع روبرو بودند. یکی استبداد سلطنتی که حاضر به کوتاه اومدن از دیکتاتوری نبود. دومی استعمار خارجی که چشمش به منابع و ثروت‌های ایران دوخته شده بود. سوم هم خائنان و ارتجاع داخلی که انقلاب و پیشرفت و مانع ادامه حیات انگلی خودشون می‌دیدن. در جریان انقلاب مشروطه مردم ایران نیروهای آزادی بخش خودشون رو درست کرده بودند، تشکیل داده بودند. مثلا انجمن غیبی تبریز، جنبش جنگل، قیام کلونل پسیان، نهضت خیابانی، مقاومت ضد استعماری جنوب، اینا از مهمترین جریانهای مردمی اون موقع بود.
سقوط روسیه تزاری و خروج نیروهاش از ایران، انگلستان یک تازه میدان سیاست در ایران شد. البته از طرف دیگه انقلاب سوسیالیستی در روسیه هم باعث شد که بریتانیا برای حفاظت از مستعمرات خودش اقدام به کشیدن یک دیوار حائل بین هندوستان و روسیه بکنه. ایران و عثمانی از اجزای این دیوار بودند که میدونیم بعدها در پیمان سعدآباد تمامی نقشه‌های بریتانیا رو به صورت یک توافقنامه امضا کردند. بریتانیا عجله داشت که هرچه سریع‌تر جنبش‌های آزادی بخش مردم ایران را سرکوب کرده و به جای سر و کله زدن در مناطق مختلف با یک قدرت مرکزی مسلط که مهار آن در دست خودش باشد کارهایش در ایران را پیش ببرد. انگلستان نفر خودش برای این کار در ایران را به راحتی پیدا کرد. کسی که در قلع و قمع جنبش‌های آزادی بخش مردم ایران امتحان موفقی پس داده بود. هم به بوی ستارخان سردار بزرگ انقلاب مشروطه آتش گشوده بود، هم با قوای ملیون و کلونل محمد تقی خان فسیان جنگیده بود، هم با رزمندگان مقاومت جنوب دشمنی داشت، هم دستش در خون خیابانی بود. به همین که با میرزا کوچک خان بانی اولین جمهوری مردم ایران جنگیده بود و از همه مهمتر این که در بحبوحه جنگ جهانی اول خودش را به ارتش اشغالگر روس معرفی کرده بود و تحت امر ژنرال مهاجم روسی نیکولای باراتوف به سرکوب ملیون ایران پرداخته بود. رضاخان چنین شخصی رضاخان بود. پسر رضاخان محمد رضا پهلوی بود که بعدها در کتابش به نام پاسخ به تاریخ درباره روابط پدرش با انگلیسا و با جنرال آیرونساید که رضاخان رو سر کار آورده بود به روشنی توضیح داده. در آستانه انقلاب مشروطه ایران یکی از فقیرترین کشورهای جهان بود. انگلیسی ها می کوشیدند یک منطقه بیطرف میان روسیه و هندوستان نگاه دارند. در سال 1907 پدرم فرمانده واحد کوچکی از تیپ قزاق ایران بود. در آغاز جنگ 1914 او را رضا ماکزیم می‌خواندند. پس از انقلاب اکتبر پدرم عزم تهران کرد. از ژنرال انگلیسی آیرونساید نقل کردند رضا خان تنها مردی است که می‌تواند ایران را نجات دهد. یکی از یاران پدرم در این قیام سید ضیاءالدین طباطبایی بود که به هواداری از انگلیس‌ها شهرت داشت. اینها که شنیدی تماماً حرف‌های پسر رضا شاه. رضا خان همونطور که پسرش گفته ابتدا یک قزاق ساده بود که بعدها تا فرماندهی یک تیپ قزاق هم پیش رفت. نیروی قزاق چطور نیرویی بود؟ از کی فرمان می‌گرفت؟ کارش چی بود؟ جواب این سوالو از وزیر جنگ رضا شاه و از فرمانده نیروی زمینی محمد رضا شاه یعنی ارتش بود غلامعلی اویسی بشنوید. قزاق‌خانه تشکیلات غریبی بود. یکی از مهمترین عوامل بدبختی ملت ایران بود که در تحت سرپرستی اجانب با تمام معنی بر علیه حقوق ملت تجهیز کرده و یکی از وقایعی است که ملت ایران هیچ وقت آن را فراموش نمی نماید. کتاب تاریخ 50 ساله نیروی زمینی ارتش شاهنشاهی ایران با مقدمه ارتش بود غلام علی اویسی چاپ 2535 در معرفی نیروی قزاق که رضا شاه از ابتدا تا انتهای خدمت قزاقیش در آن خدمت می‌کرد و از آن دستمزد می‌گرفت، نکات مهمتری در معرفی این نیروی استعماری نوشت. سال 1296 قمری با درخواست ناصرالدین شاه قزاق‌های روسی برای تشکیل یک نیروی قزاق وارد تهران شدند. این نیرو گزارشات خود را به ستاد قوای قزاق روسیه در قفقاز ارسال می‌داشت و از همان طریق نیز برای اداره قزاق‌خانه ایران دستور می‌گرفت. همین نیروی قزاق بود که در قیام مشروطیت ایران به اشاره دولت روسیه تزاری
ندای آزادی را در حلقوم هزاران آزادیخواه ایرانی خفه کرد و چه بسیار مردم شریف و بیدفاع را فقط به جرم میهن پرستی از دم تیغ گذراند. آموزش، آیین‌ها و فرامین نیروی قزاق به زبان روسی بود. حکم نظامی کل ارتش ایران به وسیله ستاد قزاقخانه و توسط یک افسر روس امضا می‌شد و بدون احتیاج به اظهار نظر و تایید مقامات ایرانی ابلاغ می‌گردید. رضا خان در موضع فرمانده یک واحد از نیروهای قزاق با قوای ملیون و کلونل پسیان در همدان جنگیده بود. رضا خان البته بعد از شکست از کلونل خودشو به ژنرال روسی باراتوف معرفی کرد و با کمک او بود که دوباره به جنگ نیروهای آزادی بخش ایران رفت. خوشخدمتی های رضا خان به استعمار باعث شد که مهر و محبتش در دل استعمارچی ها بیفته. با انقلاب سوسیالیستی در روسیه انگلیس ها سریعاً قوای قزاق که بی صاحب مونده بودن تا یک کودتای داخلی که توسط رضاخان و چند افسر ضد انقلاب روسی به خدمت خودش در آورده بود تصاحب کرد. با این سابقه آیرونساید فرمانده کل نیروهای انگلیسی در ایران رضاخان رو برای کودتا در تهران انتخاب، توجیه و اعزام کرد. اون یک انتخاب حساب شده بود. آیرونساید در خاطراتش نوشته: شخصا عقیده دارم یک دیکتاتوری نظامی گرفتاری های ما را در ایران برطرف خواهد کرد و ما را قادر خواهد ساخت بی هیچ دردسری این کشور را ترک گوییم. به گفته مصدق، رضا شاه خود نیز در جمعی گفته بود آیرونساید مرا آورده است. نتیجه کودتا را محمد تقی بهار در تاریخ احزاب سیاسی ایران تشریح کرده است. سرکردگان و طراحان کودتا بعد از ورود به مرکز تمام رجال مشروطه و در واقع نخبه روشنفکران و طبقه تربیت شده مملکت را دستگیر ساختند. با آن کودتا سید ضیاء نخست وزیر شد و رضا خان هم به مقام وزارت جنگ رسید. از سوم اسفند 1299 تا آبان 1304 رضا خان آخرین بقایای انقلاب مشروطه و بازمانده رهبران آن انقلاب را نابود کرد. او در آبان 1302 به نخست وزیری رسید، در حالی که همزمان وزیر جنگ هم بود. و به این ترتیب با بسیج کردن نیروهای وزارت جنگ موجی از تلگراف از شهرستانها روانه تهران کرد و بخشی از نظامیان تهران را هم در باغشاه متحسن کرده یک حرکت تصنعی به راه انداخت که در غیاب روزنامه‌های آزاد و مخالف یک کتاز میدان شده و نهایتاً در مجلس شورای ملی مجلس پنجم خواهان خلعیت از خاندان قاجار که پادشاهش احمد شاه در تعطیلات فرنگ بود شد. بخشی از اون تلگرام ها رو سپهبد عبدالله امیر احمدی در کتابی که موسوم به شاهنشاهی اعلی حضرت رضا شاه پهلوی گردآوری کرده و منتشر کرده که اسم و امضای خیلی زیادی از بزرگ مالکان و آخوندهای همون دوره رو پای این اسناد میتونیم ببینیم. به این ترتیب کار خلعیت از قاجاریه و انتقال سلطنت به رضا خان صورت جدی به خودش گرفت. بساط دیگ پلو در باغ شاه که حیات مدرسه نظام بود 24 ساعته فراهم بود. روز 8 آبان 1304 مجلس به تحسن اوباش حکومتی واکنش نشان داد و اعلام جلسه فوری کرد. در همین اوضاع و احوال عوامل رضاخان تلگراف‌هایی از شهرستان‌ها به مجلس می‌فرستادند که ما ادارات دولتی را گرفته‌ایم و الان هم داریم مسلح می شویم که بیاییم تهران و مجلس را بگیریم و قاجاریه را خلع کرده و شاه را عوض کنیم.
مشابه این تلگراف های ساختگی رو از سایر شهرستان ها به مجلس فرستادند و فضاسازی می کردند که همین در کتاب امیر احمدی بسیاری از اونها هست. در همین گیرودار رئیس مجلس یعنی مؤتمن الملک استعفا داد. در قسمت پایانی این بازی ها جمعی از وکلای دستآموز مجلس به حوزخانه مجلس رفتن و ماده واحده ای برای تغییر سلطنت تنظیم و امضا کردند و روز 9 آبان اونو به جلسه علنی مجلس دادن تا تصویب بشه. در جلسه علنی اون طرح حوزخانه مطرح شد، طرحی که امضای 77 نفر از نماینده ها پاش بود، همون وکلایی که رضا خان خودشون رو به مجلس آورده بود. اینم جالبه که بدونین رضا خان به این مجلس میگفت طویله. به استناد کتاب امیر احمدی، مجلس رسیدگی به ماده واحده را 2 ساعت به ظهر 9 آبان 1304 آغاز کرد. با طرح آن ماده واحده مجلس به هم ریخت و اقلیت کوچک مجلس که مدرس و مصدق ارکان اصلی آن بودند با آن مخالفت کردند. جلسه با معاون مجلس سید محمد تدین برگزار می شد. رئیس مجلس حسین پیرنیا مؤتمن الملک پیشتر استعفا داده بود. دکتر مصدق نطق مفصلی در مخالفت با ماده واحده ایراد کرد که بسیاری مطالب آن جنبه تاریخی پیدا کرد. مصدق مخالفتش را اعلام نموده و جلسه را ترک کرد. ضمن اینکه مجلس شورای ملی نمیتوانست و قانوناً مجاز نبود ماده واحده ای تصویب کند که مواد قانون اساسی را نقض کند، اما این قبیل موانع برای رضاخان اساساً مطرح نبود. نهایتاً ماده واحده به رأی علنی گذاشته شد که این هم مخالف آیین‌نامه های مجلس بود، چون مخالفان اون مشخص می شدند و خیلی ها نمیخواستند با رضا خان روی این قضیه بعداً درگیر بشن. پس از رأی گیری و شمارش آرا، از 85 نفر حاضر در جلسه 80 نفر رأی مثبت به خلع قاجاریه و سلطنت موقت رضا خان دادند. 2 ساعت به غروب مانده روز 9 آبان 1304 فرمان حکومت از طرف مجلس شورای ملی به رضا خان تصویب شد و رضا خان قبول سرپرستی ملت ستم دیده را اعلام فرمود. و به این ترتیب پس از نزدیک به 20 سال مبارزه و جنگ داخلی و خارجی و کشاکش‌های مختلف و در غیاب ستارخان، میرزا کوچکخان، کلونل پسیان، خیابانی، مجاهدان تنگستان، میرزا محمدخان برازجانی و ناصر دیوان کازرونی و بسیاری دیگر، کسی زمام امور را به دست گرفت که با تمامی این قهرمانان مشروطه یا جنگیده بود و یا دست در خون آنان داشت و در گرماگرم اشغال ایران توسط روسیه به مزدوری ارتش روسیه در آمده بود. رضا خان. تنها صدای مخالف در آن روز صدای اقلیت مجلس بود و فریاد مدرس و مصدق. نطق مصدق در مجلس پنجم رو در قسمت بعدی خواهیم شنید.